در حالی که امروز در افغانستان عزای ملی برای یادبود از قربانیان واقعه لغزش زمین در یک قریه در ولسوالی ارگوی ولایت بدخشان اعلام شد، مقام‌های اداره ملی آمادگی برای مبارزه با حوادث طبیعی میگویند که تلاش‌ها برای جستجوی قربانیان این واقعه متوقف شده است و کمک‌های مالی و بین‌المللی با آسیب دیدگان جریان دارد. همکارم نجیبه خلیل را در استودیو با خود داریم با تفصیل بیشتر. با سلام با شما. شما و بیننده های محترم، باید بگویم که در آخرین تماسی که با اداره آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی داشتم در چند لحظه قبل، اینا ارقام تلفات ناشی از لغزش زمین در ولسوالی ارگوی ولایت بدخشان 255 اعلان کردن. البته با تاکید این موضوع که اداره آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی ارقام ارائه شده در دو سه روز گذشته از طرف رسانه های خبری داخلی و خارجی را که گویا بیشتر از 2000 نفر تلف شده رد میکنه و میگه که واقعیت نداره. محمد اسلم سیاس، معاون اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی، گفت اسمای 255 قربانی یادسه را ثبت کرده، اما اهالی محل میگن که البته رقم فرق داره. با تذکر این مطلب، البته در حالی که نهادهای مدنی و جمع‌آوری اعانه آغاز کردن، باید بگویم که شخصیت‌های برجسته حکومتی افغانستان همچنان کمک‌های شخصی خود ارائه کردن به این مصیبت دیدگان حادثه. تعداد زیاد مردمی که همه چیز خود را در این حادثه از دست دادند در تلاش دریافت سرپناه هستند. جان محمد یکی از نجات یافتگان این حادثه میگوید: ما فعلا ضرورت به می داریم که به ما خیمه باشه که ما تا که یک سرپوش برامون باشه به حساب بارانی و چیزها، و تقریبا 700 خانه است که فعلا تحت تاثیر آب و لرزش قرار داره و ساحه‌ای که شما در نظرتون خورده هستن میبینین دیده هستین به نظر میخوره، همگی ما از آب میترسیم. تقریبا 3-4 دانه است که از اونا آب میان و آب جمع میشن، اگر نخواهیان آب جمع شود مکمل قشلاق آب میگیرد. در حالی که بجا شدگان این حادثه بی‌صبرانه منتظر کمک های امدادی بین المللی هستند، ریچارد دنزینگر، نماینده خاص نهاد بین المللی برای مهاجرین، میگوید انتقال کمک ها ادامه دارد. ما و سازمان های بین المللی کمپل، وسایل خانه، چراغ های آفتابی را انتقال داده و نهادهای ملل متحد و نهادهای غیر انتفاعی دیگر نیز مواد ضروری دیگر مثل خیمه، غذا، وسایل حفظ و صحه را برای مردم میرسانند. مشکل در قسمت رساندن کمک به آسیب دیدگان نیست. اکنون ما با کسانی کار میکنیم که موقتا بیجا شدند تا مطمئن شویم که در امن باشند. World Food Program یا اداره برنامه غذایی جهان نیز کمک‌های غذایی را به مصیبت زدگان آغاز کرده است. از جانب دیگر جمع‌آوری اعانه برای قربانیان این حادثه از طرف نهادهای مختلف جریان دارد. مردم ولایت بدخشان نیز در این راه تلاش‌های خود را به خرج می‌دهند. کریم خلیلی، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، مبلغ 20 میلیون افغانی را برای مصیبت زدگان حادثه بدخشان کمک نمود. صلاح الدین ربانی، رئیس شورای عالی صلح، مبلغ 40,000 دلار، و به همین ترتیب شهروندان دیگر کمک های مالی را عرضه داشتند. مقام های اداره آمادگی برای مبارزه با حوادث طبیعی میگویند تلاش ها برای جستجوی قربانیان حادثه توقف داده شد. این تصمیم بنابر درخواست بزرگان ولایت بدخشان به ویژه مسفیدان ولسوالی ارگو اتخاذ شده است، زیرا به گفته آنها در برخی حصص منازل مسکونی در زیر 30 تا 50 متر خاک مدفون شده است و بیرون کشیدن اجساد وقت زیادی را در بر میگیرد. باشندگان محل همچنان می‌خواهند که ساحه آسیب دیده به نام تپه شهدا به هدیره مبدل شود. البته بار دیگر با تاکید این مطلب که تازه‌ترین ارقام به دست آمده نشان می‌دهد که 255 نفر جان باختند، 300 منزل از بین رفته و تقریبا 700 فامیل دیگر در معرض خطر قرار دارد. اعلامیه قصر ریاست جمهوری افغانستان حاکی است که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان با مقامات محل در تماس است و تازه‌ترین تحولات آگاهی حاصل کنه و کمک‌های عاجل در اختیار مردم قرار بدهد. البته در تازه‌ترین گزارش بانکی مون، منشی عمومی سازمان ملل متحد، تأثیرات عمیق خود به مردم و حکومت افغانستان، به خصوص کسایی که اعضای فامیل، دوستان و منازل خود از دست دادن ابراز داشت. لینا جان، ممنون، تشکر از شما.